Burada şu anki kocağız her cüneyi ki, bakın bir az dur nokta. Yek grup ve çan grup laf rol kontrol bakonu az kendi sergi sınırı bakonu. Tüy merdana kabili gofte bilir ki, برای kontrol yek laf az dur nokta, az dur da kilidi takdir sınırı bakonu. Hala dur nokta mı şu bişler? Bak benim çıkan bakonu, az kendi sergi kumak bilir. Nokta mesela muhem, ما همیشه در سمت چپ و راستمون کلید تبدیل داریم فرصت چی میزنیم؟ کلید صلیبی صلیبی پس این شد کلید صلیبی اینجا بینویسم صلیبی آرش اینجا رو بگیم تبدیل اینجا چی؟ بچه ساکت تبدیل اوکی؟ خب حالا کلید تبدیل اول کلید صلیبی کلید تبدیل دوم حالا میریم سراغ چی؟ مدارمون کلید تبدیل گفتیم چند تا پلاتین داره؟ چهار تا سه تا سه تا یه دونه مشترک دو تا مشترک کلید صلیبی دیگه اونجوری نیست چهار تا حالا آموزش این که پلاتین های کلید صلیبی رو چطور تشخیص بدیم و بدیم چطور با سیم کشی کنیم توی آموزش بعدی بهتون میگم بچه این از این کلید تبدیل دوم دو تا پایه غیر مشترک داره یه دونه چی؟ مشترک من غیر مشترک رو با خیلی نوشتم مشترک با میم اینجا من میتونم مشترک رو با میم دو تا غیر مشترک رو غیر حالا از کجا متوجه بشم پایه مشترک کدومه؟ پایه غیر مشترک کدومه که؟ توی آموزش قبلی گفتم برید بچه رو ببینید این از این حالا یه دونم چی داریم؟ لام داریم حالا چیکار میکنیم؟ اینجا رو بگیرارش فاز که میره داخل فیوز از فیوز میره داخل مشترک کلید تبدیل اول این دوتا غیر مشترک ها میاد میخوره به کلید صلیبی اون دوتا دیگه میخوره به غیر مشترک کلید تبدیل دوم یه بار دیگه غیر مشترک کلید تبدیل اول میخوره به کلید صلیبی اون دوتا پایه بعدی کلید صلیبی میخوره به غیر مشترک کلید تبدیل بعدی حالا مشترک کلید تبدیل دوم میخوره به سر لام اون سر لام با بارش نشون بده میخوره به نول نول یه ارتن بگیریم به لام بدیم حالا چه اتفاقی میفته با هر کدوم از این ستا کلید میتونید لام رو کنترل کنید یعنی با هر ستاشون میتونید خاموش روشن کنید اگر با این روشن کردن با این دوتا میتونم خاموش کنم یا بالعکس اگر با این روشن کردن با اینا میتونم خاموش کنم حالا آرش بیا اینجا بچه‌ها بیا اینجا مدارش اینجاست این مدارش این کلید تبدیل اول این کلید تبدیل اول اینم کلید صلیبی اینم میشه کلید تبدیل دوم گفتیم همونطور که گفتیم دو تا کلید تبدیل در دو طرف قرار میگیره کلید صلیبی وسط اینم بیاد اینجا نگاه کنه سیم کشیش دو تا غیر مشترکه کلید تبدیل اول میخوره کجا میخوره به کلید صلیبی اینم همینطور دو تا غیر مشترک کلید تبدیل دوم میخوره به صلیبی یه سر لام میخوره به مشترک کلید تبدیل اول اون یکی کلید تبدیلم یه دونه فاز میگیره یه نولم میدیم به سر لام حالا چه اتفاقی میفته من میام وارد یه فضا میشم میام اینو میزنم دوست دارم با این خاموش کنم اصلا چی حال نکردی دوست داری با این خاموش کنی یه روشن کنی با این خاموش روشن میشه با این روشن با هر کدومش که بخوای میتونی چیکار کنی کنترل کنی یعنی اگر با این زدی روشن کردی اصلا نگران نباش میای سراغ این میای سراغ این خاموش میشه باز با این روشن با این اگر اومدی دیدی که اینو زدی با اینه که خاموش کردی یا مجددا روشن نشد یا با این روشن نشد مدار سیم کشی چی بچه‌ها مشکل داره بعد چیکار کنید مدارتون درست کنید این از این سوالی داری بچه‌ها حسین همیشه ما وسطش کلید آره ما کلید تبدیلمون رو کنار می‌ذاریم صلیبی رو وسط الان اگر خواستم از چهار نقطه کنترل بکنم یه صلیبی دیگه می‌ذارم اینجا حالا این که سیمای اون کلید صلیبی بعدی کجا وضع میشه توی آموزش بعدی بچه‌ها بدید آقا فرق کلید صلیبی با اون دو تای دیگه چیه کلید تبدیل مثل کلید یه پل سه تا پلاتین داره یعنی سه تا جای وضع شدن سیم داره سه تا جای پیچ داره ولی کلید صلیبی نگو چهار تا داره حالا اینکه کلید صلیبی چطور پلاتینش تشخیص میدی بچه‌ها گفتم توی آموزش بعدی بهتون میگم اینم که کلید تبدیله اینا میدونن حالا شما میخواید دو تا لامپ روشن کنی از همین دو تا سیم دیگه بیار واسه بیرون بده دیگه میخواید سه تا لامپ باشه همینجا تعداد لامپات زیاد کن فقط
هر کدوم از کلیدها میتونه نهایتا 10 آمپر رو تحمل بکنه. یعنی جریانی که از این سیم عبور میکنه باید نهایتا 10 آمپر باشه. شما باید حد مجاز رو رعایت کنید. این از این تمام شد.